تمام رادارهای دنیا که توان بالایی در تفکیک و تشخیص دارن با فرکانس کار میکنن و فرکانس ها میدانهای فرکانسی هستن که میدانهای الکتریکی و میدانهای الکترومغناطیس مثبت با بار مثبت در درون خودشون دارن. بنابراین نیست که میدان الکترومغناطیسشون منفی باشه، بلکه مثبته، چون جریان منفی بسیار پایینی از یک مغناطیس رو دارن، ولی اون غالب نیست، چون غالب بار الکتریکی مثبتیه که میسازن. مدار سیستم های راداری جدید پیشرفته فعلی اصلا نیازی به فرسنده گیرنده مجزا نداره، چون برای اینکه اینا یک مدار دارن که میفرسته و میگیره، به این قانون زمان و تعداد میگن. در زمانی که میفرستن و در زمان تعدادی که این ارسال میشه در مقابل دریافتش اون رو میگیره و یه مدار میتونه این کار رو انجام بده. نیازی به سیستم های بسیار قدیمی نیست یا دیگه رادارها به اون صورت عمل نمی کنن. در هیچ نوع راداری شما سنسوری برای ساختن فرکانس خاص اولیه نداری. فرکانس ساخت اولیه توسط مدار ساخته میشه و توسط آنتن ها منتقل میشه. اگر از سنسورهای نوری حرارتی یا اولتراسونیک یا مادون قرمز در رادارها بهره میبرن برای ایجاد توانایی و ایجاد افزایش و حذف جریان ذرات مغناطیسی اضافه‌ای که امکان داره بازتاب برگشت داشته باشن یا مسیر رو بخوان دوچار بحران کنن. پس در مجموع در سیستم های آنتنی هم یا تصویری هم شما نیازی به سنسور خاصی مثل مگنومتر تسلا یونگاوا نداری. ببینید اینها با سنسور اولتراسونیک مادون قرمز کار میکنن، ولی اون آنتن اصلی میتونه یک تکانته حتی به اندازه کوچیک باشه که بتونه فرکانس رو بفرسته و اون فرکانس هایی که توسط مادون قرمز یا اولتراسونیک ساخته میشه سوار بر فرکانس اصلی میشه تا توانایی رو افزایش بده. مدار یک رادار یا یک سیستم راداری، فلزی یا معدنی یا رادار زمینی دستی، چه آنتنی چه تصویری است، اصلش اینه که الان میتونه در دید خودش فلزاتو بگیره، طلا رو در عمق بگیره و تفکیک کنه. این جریان یک سیستم فوق پیشرفته است. نیازی نداره که شما بگید چند مدار باید باشه، نه، با تک مدارم یک طراح خوب، یک طراح عالی میتونه بسازه که هم بفرسته بگیره و استنادش کارشه. و در جریان حرکت های استاتیکی و الکترو استاتیکی، ببینید چه رادارها چه دستگاه های آنتنی که با فرکانس کار میکنن، اینا در قسمتی که بربرینگ دارن جریان استاتیک رو دارن و این رو رادارها هم دارن. این جریان استاتیکشون از فرکانس نه مغناطیس، چون با فرکانس داره کار میکنه، حاصلش فرکانسه و اون در اونجا در بازتاب برگشتی که میگیره واکنش داره و اون واکنش الکترو استاتیکیه که شکل میگیره. پس نمیتونید بگید رادارها روی بربرنگ نیستن و اینا چون روی بربرنگ نیستن عمل نمیکنن یا روی چیز دیگه. موتور بالشتکی رادارها مانند سیستم های آنتنی شرایطی مانند بربرنگ رو دارن و اصلا دو بربرنگ هستن که جهت دارن. در هر صورت شما سیستم های فرکانسی رو میتونید با توانشون در تفکیک دلات، چه در تصویریشون چه در آنتنشون، مورد نظر قرار بدید و بدونید که میتونه طلا رو در آن بگیره. بعضی ها در مورد فرکانس اطلاعاتی میدن یا در مورد رادارها که اینا بسیار قدیمی اطلاعاتشون، اطلاعات بروز، بسیار محرمانه است و دستگاه هایی که تکنولوژی رادار رو دارن مانند رادار ارسال میکنن و دریافت میکنن و جریان بازتاب رو میگیرن و اندازه گیری میکنن. این یه چیز ثابت، ساده و قابل قبوله. همونجور که رادارها الان هواپیما رو در هوا میگیرن یا اجسام رو میگیرن یا تغییرات رو میگیرن، همون کار هم میتونن دستگاه های فلزیاب، معدنیاب و رادار زمینی دستی فرکانسی انجام بدن، چه از نوع تصویری چه از نوع آنتنش. پس تکنولوژی رادار تکنولوژی ویژه‌ایه که هر کسی نمیتونه روش نظریه بده و بعضیا که اطلاعاتی دارن بسیار بسیار اطلاعاتشون قدیمیه، چون هنوز نمیدونن که اصلا رادار نیازی به سنسور نداره. رادار خودش وقتی یه چیزی رو میسازه با یه آنتن میفرسته و میگیره، با یه آنتن همونجور که مرکز میفرسته و بدنه میگیره، این قانونشه. خب این مسائلیه که خیلی ها نمیدونن، در نظر نمیگیرن و باید بدونید هر سیستم راداری و فرکانسی توانش موقعی معلومه که میتونه طلا رو در عمق بگیره و شما با جداسازی اعدادی مثل VDI و ترشورد 108 در سیستم های فرکانسی میتونید اهداف رو تشخیص بدید و ذرات مزاحم هم تشخیص بدید، همون گونه که رادارها عمل میکنن و انواع هواپیما منابع رو میگیرن و تشخیص میدن.